دیشب شما یه دیداری رو داشتید با ایرانیان مقیم آذربایجان و اونجا یک خبر خوشی رو دادین و گفتین که دولت 13 در صدد تصویب قانونی هست تا تردد ایرانیان رو سهل بکنه. در این راستای توضیحی میدین چه اتفاق خوبی در تو این زمینه بیفته؟ ما به زودی اولین نشست شورای عالی ایرانیان رو به ریاست جناب آقای دکتر رئیسی برگزار خواهیم کرد. حدود 8.5 سال هست که شورای عالی ایرانیان در ایران جلسه اصلیش برگزار نشده. برای اون جلسه از 3 ماه پیش مقدماتی رو فراهم کردیم. شورای عالی ایرانیان 6 کارگروه داره که همه این کارگروه ها فعالیتشون ناظر هست بر تسهیل و روانسازی مشکلاتی که احیانا ایرانیان مقیم خارج از کشور دارن. بالاخره امروز ایرانیان مقیم خارج یه بخش بزرگی از جامعه ما رو تشکیل میده، عددی بین 3 تا 4 میلیون به صورت آمارهای رسمی ما، و ممکنه تعداد بیشتری غیر رسمی ایرانیان خارج از کشور هستند. ما میخواییم به معنای واقعی اقداماتی رو انجام بدیم که نگذاریم گسست بین ایرانیان با سرزمین مادری انجام بشه. به راحتی همونطور که در داخل ایران از یک استان به استان دیگر اتباع ایران سفر میکنن، اتباع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هر زمان اراده کردن بتونن به راحتی به ایران سفر بکنن و خارج بشن. در خصوص فرزندانشون و مشکلاتی که مشمولین نظام وظیفه هم دارن، تسهیلات جدیدی ارائه خواهد شد که این تسهیلات باز کمک بکنه به این که بدون نگرانی رفت و آمدهای در واقع اتباع کشورمون انجام بشه، و امیدوار هستیم همه این اقدامات کمک بکنه به این که جامعه ایرانی که جامعه فرهیخته است در خارج از کشور بتواند سهم مهمی در این دوره داشته باشه در رشد و توسعه پایدار کشور.